کلیسا عهد عتیق را نوشته انبیای بزرگ الهی مانند موسی، یوشع، سموئیل، داوود و دانیال می‌داند. اما با نگاهی به تناقضات و ابهامات در سیر تدوین کتاب مقدس، محققان با مطالعه و تحقیق درباره نوشته‌های کتاب مقدس به برداشت‌های ظریف و دقیقی رسیدند که به کار آنها نقادی کتاب مقدس گفته می‌شود. در باور مسیحیان، چنانچه در کتاب مقدس نیز بیان شده است، تمامی کتب الهام خداست، برای کتاب مقدس اعتبار کامل و تامی را قائلند و معتقدند که کتاب مقدس به طور کامل و تحت لفظی الهام شده و نفس خدا در آن دمیده شده است. آیا چنین ادعایی مبنای علمی محکمی دارد؟ از نظر تاریخی سندی که ثابت کند نویسندگان این کتاب‌ها همان انبیای بزرگ الهی هستند که در تاریخ از آنها با عظمت یاد شده وجود دارد؟ با این حال ناقدان کتاب مقدس در صحت استناد کتاب مقدس به مؤلفین فرضی تشکیک کرده و در برخی از موارد نویسنده را شخص دیگری معرفی کردند. وجود برخی از اشتباهات این تردیدها را بیشتر می کند. کتاب مقدس را چه کسی نوشت؟ چه کسی به این سؤال پاسخ می دهد؟ چه کسی به کلیسا این اعتبار را داد تا بتواند تشخیص دهد کدام کتاب مقدس و کدام کتاب نامقدس است؟ چگونه میگویید که ما حکیم هستیم و شریعت خداوند با ماست؟ به تحقیق قلم کاذب کاتبان به دروغ عمل می نماید. ارمیای نبی صریحاً در کتاب مقدس به قلم کاذب کاتبان اشاره می کند. انگیزه ها و زمینه های تحریف چیست؟ چرا کتاب مقدس تحریف شد؟ تا زمان حضرت عیسی و حتی در میان مسیحیان نیز تا پایان قرون وسطا کتابت چندان رایج نبوده است. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن خود می نویسد: در قرن 13 میلادی، یعنی در زمانی که جهان اسلام کتابخانه‌ای با 600 هزار جلد کتاب خطی داشت، بزرگترین کتابخانه خارج از جهان اسلام، کتابخانه کانتربوری انگلیس با حدود 2000 جلد کتاب بود. Corpus et sanguis fiat delictissimum filium tuum, Domini nostrum Iesu Christ. همچنین انحصار خواندن در میان کاهنان نیز میتواند زمینه تحریف کتاب مقدس را فراهم کند. تا قرن 15 میلادی فقط کاهنان مجاز به مطالعه کتب مقدس بودند و پس از دوره اصلاحات بود که مردم عادی نیز به کتاب مقدس دسترسی پیدا کردند. کتاب تورات که مهمترین بخش عهد عتیق و به اعتقاد رسمی کلیسا تألیف حضرت موسی است، در برهه‌ای از تاریخ گم شد و زمان طولانی از نظرها غایب بود. به این جریان در کتاب مقدس تصریح شده است. یوشیا در سال 18 حکومتش مشغول تعمیر خرابی‌های خانه یهوه شد و تعداد زیادی نجار و بنا و معمار و سنگ تراش در خانه یهوه گماشت که ناگهان هلقیا رئیس کهنه به شافان کاتب گفت:
کتاب تورات را در خانه یهوه یافتم و حلقیا آن کتاب را به شافان داد که آن را خواند. و شافان کاتب پادشاه را خبر داده گفت: حلقیا کاهن کتابی به من داده است. پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند. پس چون پادشاه سخنان تورات را شنید، لباس خود را درید. گم شدن تورات باعث بت‌پرستی بنی اسرائیل شد. آنها به طور کلی از شریعت موسی و کتاب تورات غافل شده بودند و اسرائیل مدت مدیدی بی خدای حق و بی کاهن معلم و بی شریعت بودند. توماس میشل که از فرقه سنتگرای جزوئیت مسیحی است در همین زمینه می نویسد: تورات 5 قرن قبل از میلاد و به دست نویسنده ناشناس نوشته شده، اما به هر حال این عمل با الهام الهی بوده است. Straight Away TV youtube.com/straightawaytv aparrot.com/rocorast